سلام علیکم دوستان، در این ویدیو 12 تا از ترفنده های جالبی واتساپ را برای شما واضح می سازم. برای دانستن این پس لطفا تا آخر ویدیو ما را همراهی نمایید و برای حمایت از ما کانال ما را سابسکرایب نمایید. دوستان، این 12 تا ترفند و تنظیمات واتساپ توسط یک اپلیکیشن انجام می شود یا یک برنامه. پلی استور موبایلتون رو باز بکنین، در قسمت بالا نام اپلیکیشن یا برنامه رو میبینین، گوگل واتساپ تول نیو فیچرز. این اپلیکیشن رو در موبایل خود اینستال بکنین و همچنان من لینک این اپلیکیشن رو در قسمت دیسکریپشن ویدیو هم میگذارم. شما میتوانین که از اونجا هم خواستین در موبایل خود اینستال بکنین. زمانی که اینستال کردین، از قسمت بین بالای آن کلیک بکنین تا باز شود. زمانی که باز شد، دوستان در قسمت دوباره الاو بگوید. بعد از او در قسمت بالای گیت استارتید کلیک بکنین. دوستان، این 12 تا تنظیم یا ترفند جالب واتساپ که در اینجا دیده میشون برایتان واضح میسازم. اولا این گزینه که در این قسمت دیده میشه واتساپ اسکن است. اگر شما میخواین که از یک شماره دو واتساپ را در دو موبایل باز بکنین، میتوانین که از آن گزینه استفاده بکنین. به طور مثال شما بالای کسی اعتماد دارین، میخواین که واتساپ خودتان را در موبایل آن شخص هم باز بکنین، تلفن آن شخص هم باز بکنین، میتوانین این کار را انجام بدهین. اگر بالای کسی اعتماد نمیکنین، انجام ندهین. بالای واتساپ اسکن کلیک میکنیم در قسمت. بعد از او در اینجا شما کیارکود واتساپ را شما از واتساپ آن شخص میتوانید که توسط واتساپ آن شخص این کیارکود را اسکن بکنین و زمانی که اسکن کردین، اتومات واتساپ شما در موبایل آن شخص باز میشود. این ترفند اول بود. دوستان، ترفند دوم جالب است. در این قسمت نوشته است که walk and chat must use. بعضی اوقات شما زمانی که در راه در حالت راه رفتن هستین و همچنان در تلفن در دستتون است، با کسی در همراه واتساپ چت میکنین، بعضی اوقات احتمال داره که شما با کسی تصادم بکنین یا در کجای بیفتین. با فعال ساختن این گزینه شما میتوانین که همزمان با چت کردن راه بروین، کدام مشکلی برای شما پیش نمیشه. به طور مثال در این قسمت ما اگر بالای از این کلیک بکنیم، در این قسمت بالای این گزینه کلیک بکنین دوستان، گوگل واتس تول بالای از این کلیک بکنین و این گزینه را فعال بسازید. بالای اوکی در قسمت پایین کلیک بکنین. زمانی که فعال کردین، بعد از این دو مرحله عقب بیاین، در این قسمت در قسمت بالا در اینجا کلیک بکنین و ایرم فعال بسازید. در قسمت پایین بالای اوپن واتساپ کلیک بکنین. دوستان، میبینیم که پیش روی ما میتوانیم که پیش روی خود را ببینیم با استفاده از واتساپ. بالای از اگه ما کلیک بکنیم در قسمت، در حالت چت کردن هم که باشیم، پیش روی من هر چی که باشه میتوانیم که آن را ببینیم. یک خصوصیت خیلی جالب و ویژه واتساپ است دوستان. قسمت بعدی، ترفند بعدی داریم، واتساپ استیتس سیور. اگر میخواین که استیتس واتساپ دیگران رو شما دانلود بکنین یا در موبایل خود هر چی که میگذاره شما ذخیره بکنین، میتوانین با استفاده از این گزینه آن را دانلود بکنین. قبل از اینکه بالای از شما کلیک بکنین، یک بار واتساپ آن شخص را یک بار براوین، چیزی که آن شخص در استیتس خودش گذاشته باشه یا در استوری واتساپش گذاشته باشه آن را ببینین. به طور مثال بالای از این کلیک میکنم، این رو میبینم و بالای از این هم کلیک میکنم، این ویدیو رو هم میبینم. بعد از او که دیدین در این قسمت دوستان، در اینجا پس این اپلیکیشن رو باز بکنین، بالای واتساپ استیتس سیور در این قسمت کلیک بکنین. اعلانات پخش. بعد از او در قسمت پایین دوستان بالای ریسنت سوریس کلیک بکنین. در قسمت شما ویدیوهایی را که دیده بودین در قسمت برای شما نشان میده.
در قسمت بعدی ایمیج اگر کلیک بکنیم، در اینجا تصاویر را که شما دیدین برای شما در این قسمت نشان میده و ویدیوهایی را که در استوری واتساپ کسی دیده باشین در این قسمت نشان میده. شما میتوانید که هر کدام اینها را دانلود بکنین اگر خواستین. اگر کدام تصویر را خواستین که دانلود بکنین، فقط بالای آن کلیک بکنین و در قسمت پایین بالای دکمه دانلود که کلیک بکنین، در مستقیم در گالری موبایل شما ذخیره میشه. همچنان بالای ویدیو اگر کلیک بکنین در قسمت، در قسمت پایین بالای دکمه دانلود کلیک بکنین و واتساپ در این ویدیو در موبایل شما ذخیره میشه. به طور مثال من اگر موبایل خود را باز بکنم، گالری موبایل خود را، ویدیو را در این قسمت با دانلود شده بالای از او کلیک میکنم، میبینید که ویدیو در این قسمت دانلود شده. دوستان به این طریقه شما میتوانید که هر چیزی که کسی در استیتس واتساپش میگذاره یا استوری واتساپش میگذاره آن را ذخیره بکنید یا دانلود بکنید. گزینه بعدی در این قسمت داریم دوستان، شما میتوانید که شماره کسایی را که در واتساپ خود ذخیره نکرده باشین یا نام کسی را که در نوشته نکرده باشین در شمارهش در این قسمت با آن نفر مسیج بکنین. به طور مثال بالای از کلیک میکنیم، در این قسمت شماره کسی را که تنوز در واتساپتان سیف نکردین میتوانین با آن مسیج بکنین. در اینجا مسیجتان را نوشته بکنین هرچی که هست، در این قسمت شماره آن شخص را نوشته بکنین هرچی که هست نوشته بکنین. بعد از او بالای دکمه به طور مثال من شماره را در این قسمت نوشته میکنم. بعد از او بالای دکمه سن در این قسمت کلیک بکنین و بالای دکمه در قسمت بعد از او در این قسمت در قسمت بالای دکمه سن در این قسمت پایین کلیک بکنین و مسیج به آن شخص ارسال شد. در قسمت بالا را میبینید که شماره ذخیره نشد. دوستان به این طریقه شما میتوانید که با کسی که شمارهش ذخیره نکردین با آن مسیج بکنین از این طریق. قسمت بعدی را هم داریم دوستان، با فیک چت. بعضی اوقات شما با دوستانتان اگر شوخی میکنین و میگوین که فلان آدم مشهور با ما چت میکنه و آزیر و آماده هستین که با او اسکرین شات هم بگیرین، دوستان در اینجا میتوانید شما با آسانی یک اکانت جعلی بسازین و در پروفایل آن نام آن شخص را بگذارین و از اون آدرس با آن شخص چت بکنین. به اصطلاح در این قسمت بالای از این بعد کلیک میکنیم، بعد از او در قسمت پایین بالای دکمه کلیک میکنیم و در اینجا نام آن شخص را نوشته بکنین. یک آدم مشهور را میخواین یا هر آدم معمولی را میخواین، در این قسمت نام آن را نوشته بکنین. به طور مثال من کریم نوشته میکنم، شما هر چی که میخواین نوشته بکنین. در قسمت پایین بالای از این دکمه کلیک بکنین و یک عکس را از در پروفایل آن شخص بگذارین. به طور مثال من یک عکس را انتخاب میکنم و در زمانی که عکس را انتخاب کردین، در قسمت پایین ما داریم دو آپشن، یکی آنلاین است که تایپینگ است. این را باید طرف بزنیم، آنلاین بودن آن شخص را همچنان نشان میده و این را تایپینگ این را باید طرف فعال بکنیم، تایپ کردن آن شخص را هم نشان میده. بعد از او در قسمت پایین بالای دکمه سیف کلیک بکنین. حال که اکاونت را ساختیم دوستان، در قسمت کلیک میکنیم و باز شوه. در اینجا بخواییم که از طرف آن شخص به ما مسیج بیایه، در اینجا مسیج رو نوشته بکنین. در اینجا میبینین که دو دگمه دیده میشوه، یکی این دگمه و یکی این دگمه. این دگمه را کلیک بکنیم، گویایی که مسیج از طرف آن شخص به ما ارسال شده و اگر دوباره مسیج بکنیم بالای این دگمه دیگه کلیک بکنیم، نشون میده که مسیج از طرف ما به آن شخص ارسال شده. شما میتوانین همچنان اسکرین شات بگیرید و با کسی رایی بکنین. دوستان این ترفند بود. حالا از اینجا میریم ترفند بعدیش هم میبینیم. در قسمت بعدی داریم واتساپ کلینر. توسط بالای از این کلیک میکنیم دوستان، بالای از این کلیک کردیم، ما میتونیم فایل هایی را که در واتساپ خود حذف کردیم یا عکس هایی را که حذف کردیم تا هنوز مکمل حذف نشده دوستان، توسط حذف بکنیم یا آنها را پاک بکنیم. و در قسمت پایین بالای دکمه استارت کلیک بکنیم و
حذف شدن آنها شروع می شود. فایل های بیهوده است که آنها به حذف شدن ضرورت دارند دوستان. قسمت بعدی داریم دوستان، بالای از یک ما کلیک بکنیم. در اینجا ما می توانیم ایموجی های مختلف و به حالات مختلف با کسی ارسال بکنیم یا شیر بکنیم. هر کدام اینها را اگر خواستین انتخاب بکنین، بعد از او بالای دکمه شیر را قسمت کلیک بکنین و شما می توانید که با کسی اینها را شیر بکنین، از طریق فیسبوک باشه یا واتساپ باشه، هر چیزی. قسمت بعدی داریم تکست. دوستان تکست ریپیتر، اگر بالای از این ما کلیک بکنیم می توانیم که یک متن نیرو که نوشته میکنیم 100 بار یا 1000 بار یا بیشتر از آن را تکرار کنه. در اینجا در قسمت تکرار نوشته شوه، به طور مثال ما میخواییم که یک متن در اینجا 10 بار تکرار نوشته شوه یا 100 بار. How are you نوشته میکنم، How are you نوشته میکنم، میخواییم که این 100 بار تکرار شوه. چی کار میکنم؟ متن را که نوشته کردی، بعد از او در قسمت پایین در قسمت چند باری که میخوای تکرار شوه در قسمت نوشته بکنم، من 100 بار میخوام. بعد از او در قسمت پایین این دگمه را هم میتوانید به این طرف بزنید و در اینجا بالای دگمه ریپیت کلیک بکنید. در اون قسمت کلیک کردین، در اینجا میبینید که متن ما 100 بار نوشته شد در قسمت. شما میتوانید که حتی 1000 بار یا 10000 بار هم که خواستین در قسمت انتخاب بکنید و اون را تکرار بکنید. اگر ما این دگمه را در قسمت به این طرف بزنیم و بالای ریپیت کلیک بکنیم، متن ما را به شکل یک خط نشان میده و یک خط که پر شد در خط بعدی نشان میده. در قسمت شما میتوانید که این کار را انجام بدهین و به یک قسمت بمانید و حال این را میتوانید که شما کاپی بگیرین، در قسمت پایین بالای کاپی کلیک بکنین و واتساپ خود را باز بکنین، به با کسی که خواسته باشین میتوانین ارسال بکنین. به طور مثال در قسمت بالای از کلیک میکنیم، این را میبینید که 100 بار تکرار شد دوستان. در اینجا متن ما به کسی ارسال بکنین، تو حیران میشه و آن شخص که چگونه در یک دقیقه 1000 بار نوشته کرد یک متن را. شما میتوانید که از این تکنیک استفاده بکنید. دوستان ترفند بعدی در اینجا داریم کپشن استیتس. ایرم بالای از این کلیک میکنیم، در اینجا عناوین مختلف دیده میشوه، در باره موضوعات مختلف متنهای جالب و پرمفهومی گفته شده است. اگر در بالای لایف در قسمت یا زندگی در قسمت کلیک بکنیم، مسیج‌های کوتاه را با معنی و مفهوم بالا میتوانید که در بالای زندگی در قسمت بخونید. در اینجا اگر بالای لایف یا عشق در اینجا کلیک بکنیم، در اینجا همچنان میتوانید اینها را بخونید. تمام اینها همین قسم در بالایشون کلیک بکنید، جملات زیبا در داخل اینها است، میتوانید استفاده بکنید یا بخونید. بالای از او کلیک میکنیم دوستان. در اینجا اگر بالای از او کلیک کردین، در این قسمت بالای از او دگمه اگر کلیک کردین، شما متن شما کپی این مسیج ها را همچنان میتوانید که کپی بگیرین. پس عقب میریم. در قسمت بعدی داریم دوستان، در اینجا تکست تو ایموجی. اگر بخوایم که یک متن را که به حروف نوشته شده آن را به شکل ایموجی تبدیل بکنیم، چگونه این کار را انجام بدهیم؟ بالای از او کلیک میکنیم، بعد از او در این قسمت متنیتون رو نوشته بکنین. به طور مثال نوشته میکنیم که I love you. بعد از او در قسمت بعدی در اینجا تو ایموجی، در اینجا ایموجی رو انتخاب بکنین، یک ایموجی رو. به طور مثال ایموجی رو انتخاب میکنم. بعد از او در قسمت بالا بالای ترانسفارم کلیک بکنین و متن شما رو میبینین که به این قسم دیده میشوه، به یک قسم دوستان I love you به یک قسم شکل نوشته میشوه. شما میتوانید این را کپی بگیرین، بالای کپی کلیک بکنین و در واتساپ خود را باز بکنین به با کسی که میخواین آن را ارسال بکنین. بالای پیست در اینجا اگر ما کلیک بکنیم، در اینجا خوبتر معلوم میشوه. در واتساپ در اینجا میبینید که I love you با استفاده از ایموجی نوشته شد. این بود ترفند بعدیش دوستان. در قسمت بعدی داریم یک ترفند دیگه، واتساپ
شارکت، اگر بخوایم که از واتساپ برای باز کردن واتساپ یک شارکت جور بکنیم، می توانیم این کار را انجام بدهیم. بالای از اینکه ما کلیک بکنیم، این دکمه را در این قسمت بالا که هست به این طرف بزن فعال شوه. هر زمانی که شما موبایل خود را همراه دست خود تکان بدهن یا حرکت و سرعت حرکت بدهن، واتساپ شما باز می شود بدون اینکه بالای واتساپ بتون کلیک بکنین آن را باز بکنین. قسمت بعدی داریم دوستان، واتساپ گالری. بالای از این کلیک میکنیم. در این قسمت اگر شما کدام ویدیوی از واتساپتون دانلود کرده باشین، در این قسمت نشان میده، و اگر تصاویری دانلود کرده باشین، در این قسمت برای شما نشان میده. دوستان این بود 12 تا از ترفنده های جالب واتساپ. دوستان اگر خوشتان آمده باشه، لطفا کانال ما را سابسکرایب نمایین. تا ویدیوهای بعدی، الله حافظتان.